بفرمایید. چی شده خانم؟ ببخشید، من آخه میدونین تا حالا یه قهرمان رو اینقدر از نزدیک ندیده بودم. امرتون رو بفرمایید. بله، در چه مورد؟ من چه میدونم در چه مورد؟ شما اومدید تو با من کار دارید خانم. بله. خانمتون تشریف آوردن. این وسط هم عضو سابق خانوادتون که الان دیگه عضو خانوادتون نیستن تماس گرفتن. بعد من یه جوری به ایشون گفتم شما نیستین که خانمتون یه وقت متوجه نشن. واقعا؟ من توقع نداشتم. تبریک میگم بهتون. خجالت هم میدین. میدونین به هر حال وقتی آدم منشی همچین دکتریه بعد دقتشو ببره بالا. بگم بیان تو. خواهش میکنم بفرمایید. بله. خانم افشار. خانم افشار. سلام نازنین، چطور؟ سلام. مزاحم نشدم؟ نه، به من گفتن که آخه قرار بود نازنین بیاد. میتونی ایشون همسر سابق من هستن خانم شیرزاد. نه، ایشون همسرتونه. ایشون همسر سابق من هستن خانم. واقعا؟ ایوا خاک بر سرم. میدونین چی شد؟ من امروز دست پاچم یکم هی قاطی میکنم. به خانمتون گفتم نیستین، برم زنگ بزنم، یه وقت نگران نشن. بفرمایید. ببخشید. خواهش میکنم، پیش میاد بالاخره. من در خدمتتونم، بفرمایید. کار خاصی نداشتم، اومدم بهتون مدیریت رو تبریک بگم. خیلی متشکرم، شما لطف دارید. بفرمایید بشینید. نه واقعا به نظر من لیاقتشو داشتی. بله میدونم. ولی مثل همیشه هم یه مقدار خوششانسی آوردید. بالاخره خوششانسی آوردم یا لیاقتشو داشتم؟ اینجا که غریبه نیست. اگه میخواستم بر اساس لیاقت انتخاب کنن، کسای دیگه هم بودن که با لیاقت تر بودن، دکترم بودن. آره؟ به هر حال مبارکه. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. اتفاقا الان داشتم این قبضا و رسیدا رو میدیدم که دیدم که بخان برهان نژاد شما 2 ماه شارژ بدهکارین. بله، به دکتر سهرابی گفتم 2-3 ماه شارژمو دیرتر میدم، پولمو یه جایی سرمایه گذاری کردم. خیلی کار خوبی کردید، ولی محبت بفرمایید فردا بدهیتون رو حتما پرداخت کنید. گفتم که از دکتر سهرابی اجازه گرفتم. ایشون دیگه تشریف ندارن. در زمینم خدمتتون عرض بکنم که درست ما قبلا یه نسبتی با هم دیگه داشتیم، ولی این دلیل نمیشه که بین شما و دیگران تبعیض قائل بشم. هنوز هیچی نشده دارین از قدرتتون استفاده میکنین؟ چه قدرتی؟ من فقط دارم وظیفه‌مو انجام میدم، همین. بفرمایید. آقای محترم، من از اولم میدونستم شما جنبه مدیریت نداری. خانم برهان نژاد، بفرمایید.